سخن بر آن بود که در این چند سال چه کردیم، چه خواهیم کرد و امید آینده ما چیست. من بر روی میز این مجسمه رو دیدم که فردوسی کبیر بر اونجاست و کودکی در زیر پای او هست. این تصویری بود که ما در میدان فردوسی و روزگار بسیار خوب ایران داشتیم. پاسخ من این بود که آرزویم آن است که هرگز فراموش نکنیم از کجا آمدیم و آرزویم آن است که بتوانیم به فرزندان ایران آنچرا که آموختیم واگذار کنیم. و شاید چنین باشد، آرزوی تمام کسانی که در مسیر کار فرهنگ قلم میزنند، مینویسند، در مقابل تلویزیون ها هستند. آنچه که من یادم میاد بیت شعری بود از شفیعی کدکنی که میگوید حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است، دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. و این آشفتگی خوابی که در همین دفتر میبینید در اتاقهای مختلف، الان ما امروز در مجله، در دفتر مجله فردوسی هستیم که عباس پهلوان این پیر قلم به دست در اینجا قلم میزند و دوستان جوانتری که در اینجا میان و در این مسیر شرکت میکنند، این آن خوابی است که هرگز از آشفتگی نمیهراسد، زیرا ما یک وظیفه داریم و آن این است که ما وامدار، ما در واقع گنجور آن گنجی هستیم که در ایران نهفته است. در دوران شکوهمند پهلوی ها این فرصت رو من یافتم که بدانم که میتوانم مانند عقاب بر اوج جهان پرواز کنم و هرگز کلاغ نشوم. و من همیشه وامدار آن دوران از زندگی خودم هستم. آرزوی ما این است که این جزیره فرهنگی که در خارج از کشور بلجبار ایجاد شده است، از ژاپن بگیر، برو به چین، برو به انگلستان، برو به اروپا، کانادا، تمام ایالات امریکا، حتی پاکستان، افغانستانی که مهاجرین ایرانی بلجبار مجبور شدن در آنجا باشند، این جزیره بزرگ فرهنگی ما که هر روز از هر طرف زبانهای مختلف دارن به اون حمله میکنند، یک اصل باقی بماند. و آن این است که ما به عنوان ایرانی بتوانیم در هر کجا که کشور میزبان هست بگوییم که ما که هستیم. و برای این قلم ها رو زمین نمیگذاریم، بیان رو زمین نمیگذاریم، شاهنامه را بر سطر اخلاق خود قرار میدهیم، با حافظ زندگی میکنیم، با سعدی پند میآموزیم، با مولانا سفر میکنیم و با خیام فلسفه جهان رو در میابیم و با نظامی عاشق میشویم. بگذارید که همه با یکدیگر بمانیم، زیرا هم فصل نامساعد پاییز بگذرد، هم موسم بهار طربخیز بگذرد. گر ناملایمی به تو روی آورد، بساز دل را مساز رنجه که این نیز بگذرد. اردوان مفید هستم. در فوریه، هشتم فوریه 2011، وسط جهان، در لس آنجلس آمریکا. با من باشین تا گم نشین.